دوستان، ما در دنیای زندگی میکنیم که شفافیت، وضاحت در اون جز قوانین اصلی آن هست. و اگر شفافیت و وضاحت را از دنیا بردارید، دنیا یک جای تاریک خواهد بود. من نمونه ای دارم خدمت شما که جالبه بدانید. اگر شما به یک ماشین یا موتر سوار بشید و شما دریور بپرسه که آقای مسافر کجا تشریف میبری و شما بگید که هیچ جا، هر جایی که خودت خواستی برو، مطمئن باشید سر از ناکجا آباد در خواهی آورد. شما به هیچ منزلی نمیرسید، هیچ منزلی. ولی اگر بفهمید کجا میرید، شما را این آقای راننده زودترین فرصت به مقصدتون میرسونه. خیلی مهمه که ما در زندگی خواسته های ما را، اهداف ما را بدانیم. قبل از انجام هر کاری باید خواسته و اهدافمون طرح بشه. شما یک ساختمان رو در نظر بگیرید، قرار یک آقای، یک صاحب کار، یک سرمایه گذار یک ساختمان رو بسازه و این آقا هیچ طرح و نقشه از قبل نداره. به نظر شما این ساختمان ساختمانی ارزنده‌ای خواهد بود؟ نه، به هیچ وجه. چرا؟ چون نقشه‌ای وجود نداره، تصوری وجود نداره. شما از قبل باید تصور بکنید، نقشه بریزید، بر اساس نقشه باید پیش برید. اون زمانی که یک ساختمان ارزنده و مفید و بی نظیر به جامعه تحویل داده خواهد شد توسط این آقای کار فرمای مهندس. ما در دنیای زندگی میکنیم که تمام این نعمت ها، این ساختمان ها، این جاده ها و سرک هایی که شما میبینید توسط اول یک نقشه ذهنی بوده، اول فقط یک تصور بوده، نه چیزی بیش از یک تصور. کسی بوده، حاکمی بوده، مهندسی بوده، سرمایه گذاری بوده، تصور کرده و با وجود آورده. یعنی من نمیدونم که شما در چی مرحله از زندگی میکنید که حتی اگر تصور هم میکنید، تصورات شما منفی و غلطه. وقتی شما در تصوراتتون چیزای خوبی نمیتونید داشته باشید، چطور متوقع هستید که در زندگی واقعیتون چیزای بهتر رو داشته باشید، زندگی بهتر رو لمس بکنید؟ مگه میشه؟ مگه داریم چنین چیزی؟ ببینید دوستان، ما در دنیای زندگی میکنیم که این دنیا بر اساس قاعده و قواعد بنا شده. قواعد خاص خودش رو داره و دنیا که میچرخه بر اساس این قواعد. اگر ما قوانین دنیا رو بفهمیم، در اون صورت کسی نیست که جلوی موفقیت ما رو بگیره. ولی ما اکثرا متاسفانه نمیدانیم که هیچی. حتی وقتی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده، از وقت ما درست استفاده نمی کنیم. من سوالی دارم از شما، تو، بله تو، دوست عزیزم که در شبانه روز چند دقیقه رو مطالعه می کنی؟ چند دقیقه میری سراغ یادگیری؟ یک حرفه نو، یک شغل نو، یک کسب نو، یک زبان نو، یک ارزم به حضور شما، هر چیزی که نیست مربوط میشه به حرفه شما، چقدر در روز مطالعه میکنید؟ اکثر شماها در روز دو دقیقه مطالعه نمی کنید. ولی از صبح تا شب پای بازی های کامپیوتری هستید یا در شبکه های اجتماعی و این طرف اون طرف، بعد آخر شب گیله و ناله و داد و فغان، های زندگی ما خوب نیست بابا، از این کشور میریم به فلانجا، میریم به فلانجا. شما مگر اینجا بودین چه گلی به سر این کشور زدین که برین جای دیگه گلی به سر اون کشور بزنید؟ تویی که خودتو نمیتونی مدیریت بکنی، 24 ساعت پای بازی کامپیوتری و شبکه‌های اجتماعی نشستی، چطوری توقع داری زندگی خوبی داشته باشی؟ دوستان عزیز، یک کاغذ
یک قلم وردارین همین لحظه، هر آنچه که میخواین بنویسین و در کنار اینا بنویسین که چطوری قراره به این خواستهاتون برسین. بهای این خواسته ها باید پرداخت بشه. مثلا اگه قرار مهندس بشید باید بنویسین که با درس خواندنی خوب در روز باید مثلا 6-8 ساعت درس بخونم تا به این درجه علمی برسم. بهاش دیگه. اگر دنبال اقتصاد هستی در روز چقدر روی اقتصادت کار میکنی؟ غیر از اون کاری که شما در ادارات دولتی یا غیر ادارات یا هر جای دیگه در 8 ساعت میری به عنوان یک بیکار مخفی که فعالیت داری، غیر اون به عنوان یک فرد مبتکر، نه یک فردی که در لابنای یک اداره هست و به عنوان یک بیکار مخفی. بیکار مخفی به این معنی که شما میرین کار میکنین ولی مفیدیتان چنانه ایجاد نمیکنین، نه برای خودتون نه برای اون اداره. بگیرین یادداشت بکنید، بنویسین از زندگی چی میخواین و این خواسته های شما در زندگی هست که مسیر شما رو در زندگی تغییر میده برای همیشه. لطفاً خواسته هایتون رو به من در قسمت نظرات یا از طریق ایمیل بفرستید. من خوشحال میشم شما رو راهنمایی بکنم و نظراتتون رو با دیگران هم شریک کنید، یعنی که این خواسته ها رو با دوستان دیگه هم شریک کنید که این ارتعاش مثبت در بین جامعه گسترش پیدا بکنه و این سیکل مثبت ادامه پیدا بکنه. هر چه این سیکل مثبت تر باشه، مثل اون گلوله برفی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا به یک بهمن یا همون برف کوچ تبدیل بشه و قسمتی اعظم از جامعه تغییر میکنه به شکل مثبت. منتظر نظرات و اساینمنت یا همین در حقیقت تعیین اهداف شما هستم که به شما گفتم.